تجاربی که بعضی از کشورهای غربی در این حوزه مقابله و پیشگیری داشتن مثالهایی رو خواهم زد که بعضی از دوستان بدانن که اساسا مقابله با این فرقا در بعضی مواقع اینقدر سخت گیرانه تر هست در حوزه های غربی که ما شاید اگر مقدار اون رو اعمال بکنیم شاید به اون بحث‌ها و برچسب‌های ضد حقوق بشری و مواد از این دست هم متاسفانه متهم بشیم. بنابراین من ایمان دارم و به این عرصه هم رسیدم شکل تحقیق‌های میدانی و اون صحبت‌ها که روبرو با بعضی از این دوستان و بعضی از این منحرفین حتی داشتم. بنابراین من اعتقاد دارم که از خود بستر خانواده تا مرجع، گروه های مرجع، ارگان های دولتی و در نهایت عرض میکنم و در نهایت مراکز امنیتی و اطلاعاتی ما، انتظامی ما و قضایی ما هم باید نقشی را در این زمینه ایفا کنند. فقط اگر ما بخوایم تفکیک کنیم این است که آیا اینها هویت های آشکار اجتماعی دارند یا نه هویت های پنهان، این هم یه مقداری مسئولیت ها را تفکیک میکنه. اعتقاد دارم وقتی که هویت اجتماعی شکل گرفت و این جریانات انحرافی به منصه ظهور رسیدن، این نوع تجاوز مستقیم هست به خود حقوق اجتماعی و اونجا باید ارگانهای دیگر هم به شکل مستقیم وارد بشن. ولی در ابتدای قضیه من اعتقاد دارم که نقش خانواده و گروه‌های مرجع بسیار نقش ارزنده‌ای خواهد بود. ولی زیبایی این میزگرد شما که بنده الان خودم احساس میکردم به نوعی اومدین یک انسجام خوبی رو به این میزگرد دادین، اون که استاد محترم در حوزه روانشناسی و در حوزه جامعه شناسی که جامعه سرهنگ هم در حوزه انتظامی و در حوزه جامعه شناسی میتونه یه تلفیق خوبی هم در این خصوص داشته باشه و به نوعی انتقال تجربه از کمک گرفتن از دو تجربه متفاوت است و استاد محترم در حوزه رسانه ها میتونه این مباحث را به شکل کامل و محتوایی به کنار هم بذاره و تلفیق زیبایی رو از این قضیه داشته باشه. چرا که من خودم شخصا اول فکر کردم به حوزه های جامعه شناسی و وقتی که دیدم که استاد محترم روانشناسی هم حضور داره بسیار خوشحال شدم، چرا که اساسا بعضی مواقع بحث های روانشناسی در حوزه های فرقه ها بستر در بعضی مواقع شتاب دهنده است، در بعضی مواقع هم در حوزه های جامعه شناسی بستره و در بعضی مواضع شتاب دهنده است که اگه ما بخوایم فرقه ها رو متفاوت بررسی کنیم قطعا اونجا مشخص خواهد شد. بسیار عالی، نکته بسیار ظریفی شما در ابتدای فرمایشاتون فرمودید که من اون رو مبنای سوال بعدی میخوام قرار بدم و اون همین که شاید انحراف اجتماعی خاصی با عنوان گرایش به گروه های شیطان پرستی به معنای حقیقی کلمه در جامعه ایرانی یا بین جوانهای ایرانی آنچنان توسعه یافته و همگیر نباشه که به عنوان یک انحراف اجتماعی حاد بشه در برش صحبت کرد، ولی طبیعتاً مواردی هست که یک ارتباط ارگانیک داره با این مفهوم، یعنی ما میتونیم بگیم بالاخره چیزهایی هست که به عنوان انحراف اجتماعی اونها شناسایی شدن و ممکنه روزی منتهی به جریانات شبیه به گروه های شیطان پرستی هم بشه، چون در واقع گرایش های شیطان پرستی آنچنان دور از عرف یا به قول دکتر آشنا دور از معروف جامعه ایرانی اسلامی هست که خود جوانها هم شاید ندانسته به لحاظ یک نظام نشان شناختی متصف به صفات اونها بشن، لباسشون، نمیدونم سبک تفریحاتشون و امثال اینها، اوقات فراغتشون، ولی لزوما اصلا ندونن گروه شیطان پرستی چیست، به صرف استفاده از یک سبک مدل آرایش مو یا استفاده از یک لباس. ولی طبیعتا میشه راجع به همین گروه های خاصه جوانها هم درباره بعضی از انحرافات اجتماعی نگران بود. من میخوام اون بعضی از انحرافات اجتماعی رو به بحث بگذارم و مشخصا از حضور خاص گرایش های منحرف در رسانه ها استفاده بکنم. خانم دکتر بهرامی، الان با آماری که ارائه شده ضریب نفوذ اینترنت در خانواده های ایرانی در میان ایرانیان ضریب قابل ملاحظه است و آنچنان که مطلع هستیم این ضریب دائم در حال افزایش هست. به راحتی میشه پیش بینی کرد که در آینده نه چندان دور، در آینده بسیار نزدیکی در هر خانواده ایرانی کسانی هستند که به طور دائم با شبکه جهانی اینترنت به قول معروف کانکت هستند و استفاده میکنند. در این حال نمیشه انکار کرد که این شبکه جهانی اینترنت در حال حاضر مملو از
هرزه انگاری ها و هرزه نگاری ها و دعوت های بسیار آشکار و فراوان به منکرات و فسادهای اخلاقی و رفتارهای غیر اخلاقی است. چه باید کرد؟ خانواده ها با این مهمان خوانده یا ناخوانده چه باید بکنند؟ چون نمیشه این رو در بیرون از در رو به خانه نگه داشت، نمیشه کسی رو نهی کرد، در این حال نیازهایی هست که باید بهش پاسخ داده بشه. البته من اینجا یه تذکری بدم، خود اینترنت بد نیست، اینجا یه فکر نکنم که ما داریم میگیم که مثلا اینترنت بده. نه، بذارید من به عنوان یه روانشناس بگم که ما اگر چه کار کنیم بچه هامون جوری بار میان که از این اینترنت، از سایت های علمی استفاده میکنن و اون زوایای خیلی خوبش رو سراغ میگیرن، اما اگه چه کار کنیم میرن کاری به این دنیای علم ندارن، میرن سراغ چیزهایی که آسیب زاست براشون. چند تا زمینه در واقع میتونه این کارو بکنه. یکیش میتونه بیماری ها باشن. مثلا اگر کسی دچار اختلال شخصیت نمایشیه، من یه بخشی از این برنامه رو میدم، بعضی از این بچه‌ها گفتن میخوام مطرح باشم، میخوام متفاوت باشم، میخوام همه نگام کنن. میدونید وقت از نظر من روانشناس این مبتلا به اختلال شخصیت نمایشیه. همه که اینجوری نیستن که دوست دارن همه برگردن نگاهشون کنن به هر قیمتی، حتی به شکل عجیب و غریب بودن. میتونه مبتلا به اختلال شخصیت مرزی باشه. همه که نمیتونن دستشون رو تیغ بزنن خون بیاد و خون همدیگر بخورن که حالا اون مراسم انجام بشه، که حتما باید یه زمینه باشه تو شخصیت این که این اتفاق بتونه بیفته. اون وقت میشه بیماری که در واقع اختلال شخصیت مرزی، کارهای خطرناک میتونه بکنه. خب یا میتونه مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی باشه. باید یه بیسی باشه توی این آدم تا بتونه به راحتی بی پروا خیلی از کارا رو بکنه، تو بعضی از کلوب ها باشه، تو بعضی از مهمانی ها بره که احتمال اینو میده که ممکن بیان بگیرنش، ممکن آسیب